خدمت شما هستم از سوی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران که در یکی از اون شش سازمان یا حزب و گروهی هستش که پیمان همکاری رو تشکیل میده و ما مدت ها هستش که داریم با هم کار میکنیم و من پیش از شروع صحبت ها خواستم که از حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات و تمام کسانی که در برپایی و برگزاری این نشست واقعا زحمت کشیدن و من میدونم که جناب زاهدی چند در چندین جلسه صحبت کردن در پیمان همکاری و چقدر تلاش کردن که به هر حال همه رو بتونن به هم وصل کنن و این دیدارها مخصوصا دیدارهای فیزیکی که ما با هم داریم میتونه بعضی از اون شاید چی میگن پیشداوری هایی که ما نسبت به هم دیگه داریم بزدایه و یک محیطی رو فراهم کنه که ما بتونیم خیلی شجاعانه با مهربانی بدون اینکه نظرات مخالف رو بپذیریم به اون احترام بذاریم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این بسیار اهمیت داره و من از همه این گردانندگان تشکر می‌کنم. من قرار بود که در پنل بعدی، پنل چهارم که در رابطه با پیمان همکاری و ضرورت همبستگی ملی و گذار به دموکراسی صحبت کنم. خب دو تا واژه در اینجا هست. پیمان همکاری که ما این پیمانی بستیم، یک سندی رو امضا کردیم و پای اون سند هستیم. داریم کار میکنیم. و خب خیلی هم نباید بزرگ نمایی کنیم. ما سازمان های کوچیکی هستیم. خب شاید بزرگترینشون حزب مشروطه باشه و شورای مدیریت گذار. و ولی ما بعدها اینو تا شش سازمان رسوندیم و الان هم تلاش بر اینه که همینطوری که جناب براتی اشاره کرد این زنجیرها به هم بست شده. ولی هنوز تبدیل به یک که میگن سازمان بزرگ و خیلی محکم نشده، یعنی نیاز به کار داره. من سعی خواهم کرد که دو تا واژه گفتم در اینجا هست. یکی مسئله همبستگی. من فکر کنم به اندازه کافی دوستان در پنل های گوناگون اشاره کردن که بالاخره بعد از سالها ما به این نتیجه رسیدیم که بدون یک همبستگی ملی از عهده استبداد دینی و دیکتاتور خامنه‌ای بر نخواهیم آمد. شوخی هم نداریم. الان ما شاید نزدیک 30 سال، 40 سال انواع گوناگون، شیوه های گوناگون تلاش کردیم که به اصطلاح این رژیم رو ساقط کنیم ولی نشده. همین چند روز پیش اون 4 تا جوان رو کرد و اعدام میکنن. بله. به هر حال اینها نشون میده که چقدر ما تظاهرات کردیم، نامه نوشتیم، رفتیم که ولی گوش نمیدن. چرا؟ به خاطر که پاشنه آشید اپوزیسیون یافتن. که ما این همبستگی ملی رو نداریم. نه که تلاش نشده. تلاش‌های فراوانی شده. ولی به نظر من باید ما یک آسیب شناسی از این ناموفقیت اپوزیسیون در تشکیل یک سامانه، یک سامانه ای که هم از نظر فکری برنامه ای منسجم باشه، هم ارتباطش رو با داخل کشور بتونه حفظ کنه. یکی از شگرت‌های جمهوری اسلامی تا کنون این بوده که جامعه ایرانی تبار بیرون از مرز و از درون مرز جدا کنه. با اونا بگه خارج نشینی، به کسانی که مبارزان داخل میگه اینا با حکومت هست. نه، ما این اواخر دیدید به ویژه در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که چقدر مؤثر بود.
من نزدیک 30 سال است در کشور سوئد زندگی میکنم و هرگز هیچ موقع ندیدم که جهان غرب، جهان دموکراتیک به اندازه‌ای که از جنبش زن زندگی آزادی دفاع کرد راجع به هیچ کشور این کار انجام نداره. شما هنرمندان رو نگاه کنید، نمایندگان مجلس رو نگاه کنید، همه پشت مردم ایران بودن. اما نباید تقصیر اپوزیسیونی که تقصیر اپوزیسیون رو بندازیم گردن دیگران، گردن کشورهای دیگه، گردن این کشور آن کشور. این ضعف در درون ما هستش. من به طور خلاصه چالش هایی که فراروی پیمان همکاری هست برمی‌شمارم. دوستان، یکی که خیلی چی میگم عمیق و ژرف دوستان اشاره کردم، مسئله تمامیت ارضی بود که من دقیقا موافق جناب پرویز دستمالچی هستم. نه حالا به خاطر اینکه اون مرز رو کشیدن یا اون مرز سیاسی وجود داره، به خاطر اینکه اصلا غیر ممکنه که ما بتونیم در حال حاضر با وجود جمهوری اسلامی، با نبود فرهنگ سیاسی در ایران، با نبود احزاب سیاسی آزاد بتونیم بیاییم بگیم که ما در حال باید نمیدونم فدرالیست داشته باشیم که اون این مثلا استان یه نوع دیگه حکومت کنه، سیاست داشته، اصلا غیر ممکنه. و در هم آمیختگی اقوام اتنیک های گوناگون در هم، شما تهران بزرگ یا کلان شهر تهران رو نگاه کنید، کی میتونه بگه ترکیبش چیه؟ فارس، آذری، کردنه، از همه است. یعنی همون سمبول ملت ایران. از بالاترین کسانی که نشستن در عرصه سیاست تا کارگران کارخانه ها، شما میتونید از قومیت های متفاوت در اون ببینید. ببینید، به نظر من همینطوری که جناب دستمالچی اشاره کردن، بحث در مورد این مسئله فقط و فقط زمان ما رو که باید برای مبارزه به جمهوری اسلامی به اصطلاح صرف کنیم هدر میده در این درس. دومین بحث هم که من دیگه واردش نمیشم چون دوستان به طور کامل صحبت کردن، شیوه حکومتی است. من دوباره مثال از سوئد میزنم. سوئد کشور پادشاهیه. ببینید، تمامی استان‌ها، تمامی شهرداری‌ها قدرتی که دارند درباره تصمیمات برای شهرونداشون از هر جامعه فدرالی بالاتره. یعنی مالیات خودشون رو دارن، مسائل فرهنگی خودشون تصمیم می‌گیرن. یعنی این نیست که مثلا از بالا به شهرداری مثلا شهر گوتنبرگ، من نزدیک 30 سال هست عضو حزب سوسیال دموکرات سوئدم، نماینده شهرداری بودم، نماینده استادداری بودم از سوی حزبم و هم در کار سیاسی و هم در کار عملی تجربه دارم. واقعا از استکهلم که پایتخت کشور سوئد نمیتونن به ما دستور بدن که شما چگونه مالیات بذارین، چگونه جشن بذارین، موزه هاتون چطوریه. یعنی خود مردم تصمیم میگیرن. دوستمون هم خانم تهرانی هستن، میدونن که شاهد هستن که ما چگونه در اونجا یک نوع استقلال استانی و شهری داریم. این هم به نظر من وارد بحث و شیوه حکومتی شدن نیست، مانند بحث تمامیت ارضی صرف وقته. به خاطر که ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی یک شورایی به اسم شورایی به وجود باید بیاد از همه نهله های فکری تا این امکانو برای همه احزاب سیاسی سازمان ها به وجود بیاره که در دوره یک ساله یا دو ساله به مبارزات سیاسی خودشون بپردازن تا برسن به چی؟ به مجلس مؤسسات که در اونجا سرنوشت ساختار حکومتی تعیین خواهد شد. اما آخرین چالشی که ما داریم در رابطه با پیمان همکاری، دوستان، این هستش که یک سکتاریسم
وجود داره، نه در داخل پیمان همکاری. در موقعی که ما میخواییم پیمان همکاری رو به اصطلاح متعالی کنیم یا اعتلاع ببخشیم یا رشد بدیم، اکثر وقتی که با افراد صحبت میکنیم، با احزاب صحبت میکنیم، این که حزب من، نیروی من تنها حزب حرف درست رو میزنه، واقعا جلوی این کار رو میگیره. ما هیچ وقت نتونستیم بگیم که ما به قول معروف 100% درست نمیگیم. حتی حاضریم ما بگیم شما 90% درست میگیم، ولی قبول هم میکنیم که ممکنه 10% هم اشتباه کنیم دیگه، ولی این وجود نداره. شما یک به فضای سیاسی اپوزیسیون را نگاه کنید، تعداد افرادی که به طور منفرد کار میکنن ده ها برابر، من اقرار نمیخوام بکنم صد ها برابر، بیشتر از اعضای تمام احزاب و سازمان های سیاسی، حتی اونایی که در داخل. چرا؟ به خاطری که این تولرانس، اون واژه‌ای که به کار بردن رواداری، اون رواداری واقعا وجود نداره که من میتونم، ما در سوئد، حالا در همه کشورها اینطوریه، در یک جایی می‌نشستیم تصمیم می‌گرفتیم راجع به مثلا بودجه فرهنگی یک شهر، هفت تا حزب با هفت تا نظر گوناگون بودیم، ولی وقتی که اکثریت پیروز می‌شد، اونایی که مثلا در اقلیت بودن می‌پذیرفتن بدون اینکه ما مثلا نظر اون حزب رو قبول داشته باشیم. و این قانونمندی و این احترام به نظر دیگران بدون پذیرش آن، این هم یکی از مسائلی هستش که فراروی ما هست، چالشی هستش که ما باید ازش بگذاریم. و من در یک چیزی رو به خدمت شما بگم، با تمام اختلاف نظر که میگم نه، اختلاف سلیقه هایی که در پیمان همکاری هست، ولی یک نوع مهر، یک علاقه، یک احترامی هم بین اعضاش وجود داره، از بزرگ تا کوچک. حزب مشروطه شورای مدیره اونا از چیز بزرگ هستن، نیروی بیشتری دارن. ما به هر حال جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران کوچک هستیم و نیروهای دیگه، ولی به هم به اندازه یک دیگر، یعنی یک برابر حقوقی در این پیمان همکاری وجود داره که شاید بتونه یک هسته‌ای باشه برای رشد این پیمان. خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت